به حال آقای مسعود اچکزی آگاه امور سیاسی با ما هستند تا در مورد انتقادها از حاضر نشدن طالبان و میز گفتگوها بحث و گفتگو داشته باشیم. هیئت صلح افغانستان گفته که طالبان میز گفتگوها را رها کردند. آقای اچکزی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه پایک‌روز. در نخست میخوایم نظر شما در مورد پیشبرد گفتگوهای صلح داشته باشم که آیا از نظر شما چه فکر میکنید که طالبان میز گفتگوها را رها کردند؟ واقعا چه اتفاقی داره میفته در گفتگوهای صلح؟ درود و سلام خدمت شما و همکاران عزیز شما. برای دولت افغانستان و نمایندای افغانستان در دوحه که انتظار گفتگوهای صلح داشتند و از یک مدت دراز دوجه به انتظار طالبان هستند و با گفته ایشان طالبان فعلا غیر حاضر هستند در سر میز مذاکره و مشغول دید و بازدید از ممالک همجوار هستند. طالبان بسیار یک نوع دست پاچگی دارن، بسیار یک در ترس راست هستند. فکر میکنم کلانترین اشتباهی کردن که رفتن به ایران و روس روسیه را مگم و شما یک طرف بانیم، اما خساره که برای خود و به ایران رساندن امی سفرشان از نظر از این که جامعه بین الملل در بخش گفتگوهای صلح تنها امریکا این فراموش نکنیم که فکر نکنیم که تنها امریکا در اینجا دخیل است. تمام ممالکی که در افغانستان دخیل بودن در این دو دهه جنگ در افغانستان همگی از اینا متوجه و هر حرکات که در این میز مذاکره صورت میگیره او را متوجهش هستند و از این اکثریت جامعه بین الملل فعلا آزرده هستند و این به نفس طالبان زیاد تمام شده. بله، شما چه فکر میکنید که چقدر دیگر کشورها و بیشتر کشورهای همسایه در گفتگوهای صلح افغانستان نقش اساسی دارن و میتونن تصمیم و حرفشان جایگاهی را داشته باشه؟ ببینید امروز در مسئله افغانستان چون داغ بودنش شروع است، هنوز هم پاکستان در لیست کشورهای عامی تروریست وجود داره و بودن عامیان تروریست در منطقه خطر وجود میکنه به تمام جامعه بین الملل. امروز امی حرکاتی که تروریستی که از دو دهه صورت داره هنوز هم خطراتش وجود داره. ایمان الزواری فرد دوم القاعده هنوز زنده است. ببینید در تاریخ در 19 سپتامبر امریکا دولت طالبان را قدرت طالبان را شکست داد و وارا از قدرت پس کرد و یک حکومت جدیده. خب دیجا طالبان عقده‌ای هستند برای انتقام گیری خود هستند. عین شکل اسامه بن لادن رهبر القاعده از بین رفته. هنوز بسیار یعنی تشویش‌هایی که از جامعه بین الملل و از امریکا است فعلا وجود داره. از او خاطر بسیار مهم است نه تنها بر امریکا، برای دیگه ممالکی که دخیل هستند در این موضوع، مثال استرالیا، امریکا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، همه اینا دخیل بودن. قسمی که شما در خبر پیش کردین تشویش خود امروز ترکیه هم از اظهار کرده و ترکیه خود از این ترکیه بسیار یک عامی نزدیک به مردم افغانستان و دولت افغانستان است. ترکیه میخواهد که روابط بسیار نیک و تجارتی و اقتصادی با افغانستان داشته باشد، هیچ وعده نمیخواهد که افغانستان لانه تروریست باشد. بله آقای اچکزی، حالا شما چه فکر میکنید که اهداف کشورها در افغانستان چه است؟ آیا واقعا میخواین که ثبات تامین شود یا به خاطر اهداف خود سیاست های خود در کشور پیاده خواهید کرد و از گفتگوهای صلح استفاده بکنن؟ دو طبقه جامعه بین المللی، یک طبقه که بسیار در هم جوار با افغانستان است، اونا بسیار اهداف مشخص دارن، به انگلیسی میگن بلک میل، موقع برابر شوه که از ممالک یعنی قدرتمند توانایی تقاضای قدرت
توسط یعنی طالبا از سمگیری از ممالک قدرتمند بکنند و یک مقدار کشورهای دیگه که اروپایی و امریکایی هستند یا بر از یا فقط منافع امنیت مملکتشون زیادتر مهمتر است از دیگه چیز که چرا از اقتصاد خوب برخوردار هستند. اینه برای این دو تقسیمش میشه، بخش دو تقسیمش، اما کدام از اینا بیشتر خوبتر میتونه با اینده افغانستان نقشه خوب بازی کنه، این مربوط به خود دیدگاه خود مردم افغانستان، دولت افغانستان میشه که خودشان مد نظر بگیرن که با کی همکار باشن و آینده مملکت خودان چی رقم پیش گویی کنن. بله، در اینجا آمریکا از نظر شما چه هدفی دارد در افغانستان؟ آیا اهدافشان بر بنیاد تغییر رهبران و سیاستشان بر بنیاد رهبرانشان تغییر میکنه یا نه استراتژی از قبل تعیین شده هست؟ حالا در کابل بخواهند که در 5 سال آینده، 1 سال آینده یا در حال حاضر چه روی کرد را داشته باشند تا از او بتونن به سود خودشان باشه یا واقعا به سود مردم افغانستان تمام شود؟ هر دولت امریکا روی تصامیم هوملند سکیوریتی یا خود امنیت ملی امریکا که اگر بخش نظامی باشه و جنگی باشه راپورای خودانا و برای رئیس جمهور بیتن، رئیس جمهور تصمیم خودا میگیره. اما در 4 سال آینده که تیر شد دولت قبلی امریکا ربط به هیچ حزب یا هیچ دیدگاه کدام مشخص نداشت بجز از خود که برای تمام جامعه بین الملل واضح شده. اما دیدگاه محافظه‌کارا و دیدگاه ریپابلیک دموکرات ها هر توی ازی یکیز در بخش امنیت و امروز موقفی که خصوصا اگر سر افغانستان ما بیاییم موقف دیدگاه هر توی ازی ها امنیت مملکتشان است. چرا اقتصاد فعلی امریکا تقاضای دوباره عمل کردن به یک مملکت نمیده و از او خاطر تمام قدرت توانایی از یا روی ازی فوکس میباشه که چی رقمی ها بتانن که آینده خود توسط یک همکار خوب بتانن آینده خود حفظ کنن در منطقه. امروز دیده شود که دولت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فعلی چقدر میتونه که قناعت امریکا را به دست بیاره، چرا در اینجا موضوع اقتصاد و موضوع امنیت دو بخش است که سرش کار میشه. از نظر اقتصاد و از نظر امنیت فکر میکنم که با گفته های امروز دیناروز که رئیس جمهور سابق امریکا بیل کلینتون او یک اشاره برای 1998 داد که اولین راکت هایی را که در افغانستان امر فیرش داد بخاطر از بین بردن اسامه بن لادن، اما حرکتی که طالبا در امی رفتنشان به ایران بود روی از اون موضوع یادآوری کرده که این بار دوباره ما امو اشتباهی را که سابق کردیم تکرار نشه. فکر میکنم که در اینجا طالبا در یک موقف بسیار بد قرار دارن بجز از رای از این که با مردم افغانستان و دولت افغانستان و یا روی یک میز برسن و موضوع را با مو قسمی که تعیین شده با مو آجندا پیش ببرن. در غیر از او مشکلات در بین است که روز به روز ما شما شاهدش میشیم. بله، حالا اچکزی شما گفتین که طالبان رفتار عقده‌ای دارن، چه فکر میکنین که این همه یا در توافق یا تعهداتی که میان امریکا و طالبان امضا شده با در نظر داشت از او پیش میره یا نه میتونه یک صفحه نو باشه میانشون؟ ببینین طالبان از چندین دهه در جنگ تولد شدن، بجز از خشونت اصلا دیگه برنامه ندارن. برای زینا از پاکستان دکته شده که ما انتقامتان پس دوباره گرفتنی هستیم. وقتی که یا روی یک انتقام میخواین در روی یک میز بیاین برای مذاکره، پس این مذاکره نیست، انتقام گیری خود به خود نشان میده و پاکستان یک منطقه افغانستان کار داره که پس دوباره از اوجه
امو برنامه‌ای که در 11 سپتامبر تکرار شد، پس برای با همکاری القاعده و دیگر احزاب تروریست یک برنامه دیگه تهیه کنه که بتونه از اون طریق پس هم خود پاکستان، هم طالبا و هم القاعده یک انتقام گیری دیگه از امریکا داشته باشه. بله، در اینجا سیاست آقای بایدن چقدر میتونه نقش داشته باشه بر این همه؟ خب سیاست بایدن دو سه چهار روز بعد ما شاید یک هفته بعد در جریان است، چرا سه کاندید نو بسیار دیپلمات های قوی برای مقرر کردن سفیر نو در افغانستان امریکا رویش کار داره و گزارشات از سفیر نو که داخل میشه چون دیپلمات سابق است، شناخت خوب دارن، هر سه شناخت خوب دارن از افغانستان، در پاکستان هم کار کردن. برای بایدن فعلا از سرعت موضوع افغانستان کار نمیگیره، از بسیار دقت کار میگیره که یعنی باینده کشورش دوباره لانه اعمالات تروریستی نشه، از او خاطر عاجلانه نیست، تصمیم گیریش عاجلانه نمی باشه. بله، حالا چه فکر میکنید که بالاخره راه حل و یا هم پیشرفت در این بنبست گفتگوهای صلح چه خواهد بود؟ کدام طرف باید از خود گذری نشان بده و تسمیم کدام یک حالا در این مرحله هست؟ چنانچه گفته میشه که هیئت طالبان به میز مذاکره حضور ندارن یا اینکه هیئت حکومت افغانستان صلاحیت تصمیم گیری را ندارد، در اینجا چه چیزی باید به وجود بیاید؟ برای جام قسم برای شما گفتم کانادا امروز خودش متوجه از این بود که از اکثریت کسایی که در این بخش کار میکنن این گفتن که طالبا از میز مذاکره فرار کردن. عین گفته آیتای مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر، خب به این معلوم میشه که جانب مقابل وقتی که معایده که خودش امضا کرده، خودش قبول کردن، خودشان حاضر به مذاکره شدن، او را اعلام میکنن میگریزن، در آینده خود چی رقم اینا بتانن که امو اعتبار جامعه بین الملل و مردم افغانستان داشته باشه. در صورتی که هنوز در شروعش این رقم شکستگی رخ میده، با یقین که آیندهش هم همچو مثال داشته می داشته باشه. بله، حالا در اینجا شما چه فکر میکنید که آقای بایدن در مورد توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شده چه خواهد کرد؟ آیا این روند ادامه خواهد داد، سربازانش را از افغانستان بیرون خواهند کرد یا نه نگه می داره؟ چنانچه گفتن که احتمالا این سربازان بیرون خواهند شد از افغانستان تا مهلت تعیین شده. خب نظر به قوت و توانایی دولت افغانستان که از خودی شجاعت نشان داده، وزارت دفاع افغانستان، وزارت مشاور امنیت ملی افغانستان در مذاکره با وزیر خارجه نو و همکار همتایشان از شورای امنیت امریکا، اونا وعده از ایره دادن و ای قوت توانایی رو نشان دادن که مردم افغانستان و قوتهای نظامی افغانستان خود از یا آله میتونن که از مملکت و از خاک خودان دفاع کنن. روی از او خب بخش اقتصادی ولو که امریکا از بله. افغانستان امریکا بله. دایجا حالا آقای اچکزی چه فکر میکنید که در حال حاضر میتونیم که شاهد یک تغییر نظام باشیم یا ایجاد حکومت موقت بر مردم سودمند باشن، چنانچه همه گفتگوهای صلح پیوند خورده به این حرف حکومت موقت؟ اینجا دو انتخاب از یا دولت فعلی که خواست از اینا ایست که باید از پس دوباره انتخابات شو و از طریق انتخابات دولت چی شود تغییر کنند، و یک سی خواست طالباست که میگن که دولت موقت و به این شکلش. خب امریکا برای خود یک نظر سنجی میکنه که برای ما کدامش بهتر فایده است، کدام از این از نظر اقتصادی مرا کمک میکنه، از نظر امنیتی کمک میکنه. امروز امریکا سر فکر میکنم که سر دولت افغانستان یا سر شخص اشرف غنی یک کدام ساینس نیست، یا میتونه آدم
عادی خود آدم چی کنه بدون دیدگاه امریکا، که خود شخص رئیس جمهور اشرف غنی یک امریکایی است، یک اقتصاددان امریکاست، این بارش نزدیکتر است یا طالبان نزدیکتر است؟ امروز دولت افغانستان میتونه که امنیت خاک هم خود حفاظت کنه و هم از همکاران بین المللی خود. آیا طالبا در امت یک موقف هستن که این ضمانت کنن که ما هم مردم افغانستان خوش نگاه میکنیم، هم حقوقایی که از بین الملل و از خود مردم انسانیت او را تقاضا کرده او را مد نظر میگیرن؟ یک سوال بسیار آسان یا هم مشکل است که همگی باید از درکش کنه که کی باعث اعتبار بر امریکا است. امریکا هم رو انتخاب میکنه، امریکا هم یعنی مردم افغانستان نیست که طالب برش بگه ما این کار میکنه، میره روی اسناد روی دقیق این پیش میبره. این خود ما باید متوجه ازی باشیم که کی میتونه خوبتر نقشه ام اقتصادی و از امنیتی برای امریکا پیشکش کنه، کدام از این قابل اعتبار است برای امریکا؟ بله، تشکر از شما آقای اچکزی که در این بحث با ما بودین. موفق باشین. تشکر شما.